و آنگاه که ابرهای تیر از آسمان زندگی کامران رخت بربستند و آنگاه که مجنون لیلیش را یافت، چلچله های زندگی آواز خوشبختی سرودند و بلبلان نغمه وصال سر دادند تا همگان به نظاره پرواز دو مرغ عشق در آسمان قلهک بنشینند. فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اینکه عروس ول کرد رفت خونه باباش. میدونید یعنی چی؟ نمیدونید. هیچ سرشکستگی از این بزرگتر برای یک خان وجود نداره. ببخشید من معطل شدید، معذرت میخوام فرو خانم، ببخشید. چه هوای خوبیه امروز. عروس خانم تشریف نمیارن؟ اوه منتظر نازی هستی؟ چرا؟ چرا صبونه از زهن میفته؟ شما بفرمید پدر. صبر میکنیم. اما اصلا نازی که صبونه خور نیستش که. حالا ما شروع میکنیم. صبر میکنیم. رژیم ها؟ صبر میکنیم. صبر میکنیم. صبر میکنیم. دختره کجاست؟ نازی رو میگین؟ کجاست؟ او فکر کنم صبح زود رفت شرکت. دختره کجاست؟ آها اون دختره. اون دختره دیشب رفت خونه پدرش. بله رفت خونه پدرش همینطوری. من خداحافظی کردم مخصوصا از شما. غلط کرد. مردم چی میگن؟ فرو خانم خواهش میکنم منطقی برخورد کنیم. ببینید پدر چقدر منطقیه. خاک بر سرت. بفرمایید. دیدید گفتم؟ حیف نان. بله خانم بالا. بله برو به کامبیز و پرویز بگو هرچی مفت خور و شرخره جمع کنه. فردا آفتاب بالا نیامده یک قشون نفر با ساتور و چماق اینجا باشن. زق نبود. چشم خانه بالا. چشم. جلدی میری جلدی میای. پدر احتیاجی به قشون کشی نیست، من توضیح میدم براتون. خاک بر سرت. نه اینو یه بار گفتین، من میخوام الان براتون توضیح بدم. برو حیفنان. پدر در واقع من بهش گفتم بره خونه پدرش. تو چه غلطی کردی؟ من دارم با پدر صحبت میکنم. گفتند تو چه غلطی کردی؟ آها این شد، حالا من برای پدر توضیح میدم. پدر ببینید من دیدم که اینا همین جوری دارن با خانواده بزرگی مثل ما وصلت میکنن و هنوز چیزی نشده. فامیلاشون کیسه خواب و چادر اینا برداشتن، میخوام بیان شب اینجا بمونن. برای همین من به نازی گفتم که محال من اجازه بدم بدون اجازه پدرم تو بیای اینجا. برای همین گفتم بره خونه پدرش. او چه گفت؟ او گفت یعنی گریه کرد و التماس کرد و خواهش کرد و گفت بذار من اینجا بمونم. تو چه گفتی؟ من چه گفتم؟ من گفتم که بدون اجازه پدرم و جهاز اصلا. او چه گفت؟ او گفت چشم. چه گفت؟ گفت چشم. صبحانه میخوریم. صبحانه میخوریم. دروغگو. به دختره بگو بیاد، میخوام باهاش حرف بزنم، اتمام حجت کنم. امشب؟ امشب قبل از اینکه خنزر پنزرهاش رو بیاره اینجا. پدر من میگم حالا حتما ما باید اینجا زندگی کنیم. نه میگم ما کجای اینجا باید زندگی کنیم؟ اونجا یا اونجا یا اونجا؟ به حیفنان میگم اتاق مهمان رو آب و جارو کنه. متشکرم. اینجا انقدر استابل هست که هر دو توش شیهه بکشید. پدر یه خواهشی ازتون دارم. بگو. من بزرگ شدم و ازدواج کردم، میشه یه مقداری بیشتر مراعات بنده رو بفرمایید؟ یعنی چه؟ یعنی یه خورده با احترام با من صحبت کنید. اینجا انقدر استابل موجود است که هر دو نفر شما درونش شیهه بکشانید. آه
ببینید چقدر محترمانه تر شد، اینجوری برای هممون بهتره. صبحونه بخوریم. مربا بده بابا. کارتون داشتم آقای زرگنده. من عذر میخوام از حضورتون، تقصیر من بود، اینجا به هم ریخته. من همه چی رو درست میکنم. منو که عروسیتون دعوت نکردید، ولی این هدیه رو از من بپذیرید. دست شما درد نکنه، با این حالتون من راضی به زحمت نبودم در واقع. بله بله، هر چیزی تر بازش کنی. نه پدر خانومتون تشریف آوردن، خانزاده. اوه پدر خانومم تشریف آوردن، خانزاده. خانزاده بفرم. من نمیدونم، این تو که تو کامپیوتر نشون میده اشتباه داری میگی. ها راست میگی؟ ها سلام نازی، کی اومدی؟ اینجا محل کار منم خانم بردبارم، اصلا نه. دوست ندارم مسئله خانوادگی تو مسئله کاری قاطی بشه، فهمیدی؟ سلام خانم بردبار. سلام نازی بردبار. نازی بردبار چی کار میکنی تو ها؟ چی کار میکنی؟ چی شده مگه؟ این چه بعضیشه؟ ما دختر شوهر دادیم که ازش راحت چی میگه هنو رو دلمونه. ای بابا گفت بعد در ببرش خونه، همین که بهت گفتم. من حرفی ندارم آقای بردوار. بفرما، این که حرفی نداره بلند شو برو این قیافت رو نبینم. کجا برم؟ کامرا که خونه نداره. خونه نداره یا داره؟ به من هیچ ربطی نداره. نگاه کن نازی، یه چیزی بهت بگم گوش کن. من تا آخری هفته قول اتاق تو به نیما دادم، دیگه نمیتونم سر بدونمش. نیما که خودش اتاق داره. میخوام با رفیقاش بیان موسیقی کار کنن. تو آپارتمان جای موسیقی کار کردنه؟ من نمیدونم، میگه شونه تخم مرغ میزنیم، یه لایم پتو میکشیم، صدا رو میگیره، حل دیگه. خب آره من برم گوشه خیابون زندگی کنم که آقا نیما میخواد گروه موسیقی را بندازه. نه گوشه خیابون که احتیاجی نیستش، که من یه آپارتمان کوچیکی خریدم. واقعا؟ آره یه 6 ماه دیگه تحویل میدن از این پیش فروشی ها و اینا. غلط میکنی، تا 6 سال دیگه هم بهت نمیدن، حرف مفت میزن. ما پس تا اون موقع پدرم اینا یه اتاق خیلی بزرگ برای ما آماده کردن که بریم اونجا زندگی کنیم. چه کاریه؟ من تا اون موقع پیش بابام میمونم. غلط میکنی، پیش بابات میمونی؟ پیش بابام میمونم، پیش بابام میمونم. بردار برو ببین چطوره. خب راست میگه، ببین دلت میاد یه همچی باقی را دست بدی؟ بابا بکفت، اصلا بلش کن، یه ابلهه. میگه ما عزیزم، من نمیتونم باهات بیام جای نازی باهات زندگی کنم. ها؟ شما؟ استخرم داره نه؟ آره. حل دیگه. خب حل. من نمیتونم با خانواده شوهرم یه جا زندگی کنم. ببین نازی، من کاری بهت ندارم، اینی که بهت گفتم. من دیگه نمیتونم 6 سال دیگه نیما رو سر بدونم به خاطر تو. من 6 سال نه 6 ماه، بعدش هم از که تا آقا نیما موزیسین شدن. خب عزیز من، این دوستاش میان ساز میزنن، نیمامونم چپک میزنه، ساز زردی کار میکنه، میفهمی؟ آها دست میزنن در واقع. بله حالا شما نمیایین بریم زندگی کنیم با هم اونجا؟ کجا؟ همون خونه ما، بریم اونجا با هم زندگی کنیم. بابا من که نمیتونم توی خونه با تو خرد زندگی کنم. خب آخه پدرم امشب منتظر بودم، میخواستم با شما حرف بزنم. البته شاید نظرتون عوض شه. من حرفی ندارم، ازشون تشکر کن بگی من نظرم عوض نمیشه. باشه. ای تو غلط میکنی، برو ببین حرف حسابش چیه. امکان نداره. حالا بابات با من چیکار داره؟ نمیدونم یعنی در واقع من فقط اینو بهت بگم، پدر یه مقداری شوخ طبعه، ممکنه سر به سر بذاره، یه موقع اصلا ناراحت نشی. باش. ولی در این حال آدم چیزی هم هستم، متشکرم، در آدم به هر حال چیز جدی هم هست، ممکنه یه چیزی بگی تو کاملا ناراحت بشی. اصولا داره سر به سر میذاره، اصلا ناراحت نشو. زبان گزنده ای هم داره. بابا باشه. نه میگم یعنی اینا رو متوجه باشی که داره سر به سر میذاره، یعنی داره باشه به دل نگیری. ها جوشو یون ندیم. خوب میدونم خیلی دختر خوبی هستی، متوجه همه اینا هستی، میدونم خیلی خانومی. باریکلا. برو خانم. اینقدر این عروستون رو لوس میکنی، پس فردا حریفش نمیشی یا؟ چطوری عزیزم؟ این همین الانش هم حریف من نیست عزیزم. شما چطوری؟ مراسم خوبی بود نه؟ آره خیلی خوش گذشت. ولی لباس شما خیلی بد بود. چطور؟
برای اینکه همه فامیل میگفتن عجب عروس چاقی داری. وای مردم خیلی حرف مفت میزنن. ببین فامیلای ما هم میگفتن خواهر داماد نباید بیاد سر سفره عقد، برای اینکه میگفتن نیست که سه تا چهار تا شوهر سر به نیست کرده شگون نداره. یک هیچ. حالا دیگه احتیاجی نیست من پاچم بگیر بگیره. سلام پدر جون، خوبی؟ میشینیم. حالت خوبه؟ دماغت چاقه؟ یه تعارف تو باید بگی. به مرحمت شما. به مرحمت شما. تقصیر تو نیست، یادت ندادند که یاد بگیری. خواستیم اینجا باشید برخی از قوانین این خانه را به شما تفهیم کنیم. نه مگه کامران به تو نگفت؟ یعنی اصلا قرار نیست. قانون اول، وقتی ما حرف میزنیم کسی وسط حرف ما نمیپرد. نه خب مثل که سوء تفاهم. قانون دوم، اما اگر و آخه در کار نیست. نه من متوجه نمیشم. قانون سوم، دفعه اول متوجه میشوید، یک جمله را دوبار تکرار نمیکنیم. چشم. قانون چهارم، جلفی، سبکی، خنده و حرکات بیجا نداریم. چشم. قانون پنجم، سحرخیزی، ساعت 6 صبح بیدار باش است، صبحانه میخوریم. من تازه 6 میخوابم. در خانه پدر ابلهت هر پشتکی میخواستی میزدی. اینجا قانون قانون ماست. قانون چندم بودیم پسر؟ ششم. بله ششم. قانون ششم، ناناوری و ترقی زن باب طبع ما نیست. ولی من تا زمانی که تیمور به دنیا بیاید اجازه دارید در همان شرکت کار کنید. تیمور کیه؟ نام پسر اولتان. نام پسر اولتان من. بله. قانون آخر، فروغ خانم، خانم این خانه و نور چشم ماست. هرچه ایشان گفت همان است. پدر جان شما اصلا نگران نباشین، ماشاءالله ایشون انقدر بزرگ هستن که بدونن چی کار کنن. اگه به موقع ازدواج کرده بودن الان بچه هاشون باید دانشگاه میرفتن. راست میگم پدر جان، شما اصلا نگران نباشین. ناسلامتی فروغ خانم جای مادر من هست، احترامشون واجبه. نگران نباشین پدر جان، شما که میدونین من رعیتای زیادی رو تربیت کردم. یک عزیزم، من دیگه میرم. بلند میشویم. خداحافظ. از پرچه چموشتر، رام کردنش لذت بخشتر. از طفلک نازی هیچ وقت تو زندگیش تا این حد تحقیر نشده بود. همیشه 4 تا میزاش روش جواب طرفو میداد. اما اگر امشب این کارو نکرده به چه دلیله؟ یا به خاطر کامران یا ابهت مظفرخان گرفتتش. ولی مهم نیست که چرا عکس العملی نشون نداد. مهم اینه که نازی با اتفاقاتی که امشب تو این خونه افتاد دیگه هرگز نمیتونه اینجا زندگی کنه. معمولا تو این جور موارد آدما 2 جور واکنش نشون میدن. یا توی همین خونه میمونن مبارزه میکنن تا پیروز شن، یا اینکه جلو پلاسشون رو جمع میکنن برای همیشه میرن. نازی حالت دوم رو انتخاب کرد، برای همیشه رفت. ببینیم. وای من معذرت میخوام، من بهتون گفته بودم که در واقع پدر اخلاقشون تند. فردا چهارشنبه است. فردا؟ آره فردا جمعه است. خب من فردا وسایلمو میارم. آره فردا وسایلو میاری؟ آره. اتاقمون کدومه؟ اتاقمون. آره. تو منو نمیشناسی چرا الکی حرف میزنی؟ توی متن نوشته شده بود که نازی حالت دوم رو انتخاب میکنه. متنم که حفظ نمیکنین که، از رو میخونین. من رو نخونم، میگم نازی تو متن نوشته بود نازی حالت دوم رو انتخاب میکنه. میره متن رو کامل بخونه. بابا ولش کن، اینو بریم اتاقمون رو ببینیم.
حالا دوم رو نوشید. بریم ببینیم. بریم. نازی نوشته حالا گیر دارم. میگم نازی نوشته حالا دوم رو انتخاب. امروز روز بازیه. کامبیز و پرویز خان پای ثابت دوره‌های تیله‌بازی مظفر خانند. پرویز خان خان دروازه‌قار و میدون شوشه که یه مدتی اوضاع مالیش خراب شده، برای همین مظفر خان اداره رستوران خانوادگی رو به او سپرده تا بالای سر کامبیز باشه. تا دیروز هم به خاطر یه چک برگشتی حبس بوده، منتها به همه گفته دو نفر رو با چاقو زده بودم. حالا کی به کیه؟ شما هم بگید زده بود. اگه می‌بینید من یکم آروم حرف میزنم، به خاطر اینه که موقع تیله بازی باید سکوت کامل حکم فرما باشه، وگرنه تمرکز تیله بازها به هم میخوره. بنداز. نه خیر قبول نی. باش چی پرویز خان؟ راستیتش تمرکزم به هم رید. اگه اجازه بدید یه بار دیگه بنداز. ردیف مظفر خان. عروس بلد نیست میگه زمین کجه. بنداز دوباره. رخصت. چکریم چکریم. حالا میخواهیم فن استاد را نشانتان دهیم. بحبه ناز نفست مرغ قفست ایچ خواهم بسته. چه غلطی میکنی دا چه کار میکنی؟ سلام چطوری؟ حالت خوبه؟ برای کنار ببینم. سلام چطوری؟ حالت ما چطوری؟ خوبی؟ ببرم نفس این خرمگسه رو. غلاف کن پدر عروس مانه. در باز بودی بابات. پدر عروس مانه در باز بودی بابات. تیرانداز بود. نه بابا نیمار دیوار پری دیوار در باز کرد. چطورین؟ از این برا. خب اومدیم جریزیه ی حیولا رو بیاریم دیگه. خب شما دوتا خورچما اینجا ایستادین برای چی منو نگاه میکنی؟ خب بریم جریزیه رو برداریم بیاریم. آی باردار من میرم کمکشون میکنم. خب چطوری؟ چکار میکنی؟ موزی چکار میکنی؟ ها توی چه منا چکار میکنی؟ بازی میکنی. چه بازی؟ سلام علیکم. یه جهیزیه واسه تو آوردیم، تو خوابم نمیدیدی. نه هم دیگه لوازم دختر من برقی. برقی؟ نه. آره نه. تو بگو چی هست. قهوه جوش، چای ساز، مایکروویو، تخم مرغ پز، سبزی خورد کن، ماکارونی ساز، همه چی. گلدون برقی؟ نه نه. آره کله افتادی تو فسنجون. فسنجون؟ ببین اینجا آب نیست جلا. چرا هست؟ آه ممنون از راهنمایی. اینو بگی مامان. برقیه همش. سلام. سلام. مگه من نگفتم بعد از ظهر در واقع این اسباب رو بیاری؟ الان پدر اینا دارن اونجا بازی میکنن، بازیشون خراب میشه. او مگه من نشستم تو به من بگی کی من اسباب بیارم کی نیارم؟ آها نشستی بس. مثل این که ببینه مامان راست میگن. چیو؟ این که کلیه لوازم آشپزخونه برقیه. آره خوشحالی؟ خوشحالم. نه ببین دارین اینا رو تو میبرین، فقط پدر و فروغ نبینن. خواهش. چرا؟ آره چون تو این خونه ما چایی که میخوریم روی سماور نفتی در میکشه، غذامون رو با هیزم گرم میکنیم، آب میبرم با دست میگیریم. چی گفتی؟ مهداد ها ها. بنداز چه علف ساده تو دفعه نمیکنی؟ صاحب کنه بنداز دیگه. نگاه کن ما مدلمون ایتالیه، هر جوری که دلمون بخواه. یا شما چرا دست نمیزنی؟ دست میزنی؟ رسم ما این است که خانم ها بروند در اندرونی. ولی من رسم ما که این نیست. نه دیدی حال کردی چطور انداختم؟ رو به دیفار گلاب به روتون اینه هون رعیت جماعت تیله میندازه مگه نه؟ زبون تو گاز میگه لوتی؟ مهداد این دوتا رو دیدی چه بامزه حرف میزنن؟ زبون تو گاز میگه لوتی؟ بکنم نه 24 ساعت فیلم فارسی میبینن. گاز
و کجا میذارن؟ شما سلام کردن بلد نیستین؟ چرا؟ خب شما عادت دارین وقتی که میرین خونه مردم در یخچالشون باز کنین؟ نه همه جا عادت ندارم، فقط خونه خواهرم میرم اونجا. خواهرتون بهتون گفته که اینجا خونشه؟ نه اما من خودم فهمیدم. خودتون فهمیدین؟ خیلی پر روی. آخی نه پر رو نیستم. خیلی هم بیادبین. همه میگن اما من واقعا بیتربیت نیستم، اصلا بیادبم نیستم. ببین به نفعته پا رو دم من نذاری. گستاخ به من در یخچالو. هیفنون اونجا چه کار میکنی؟ کمک میکنم. نمیخواد کمک کنی، بیا برو. کامران خان جارو برقیست. چی؟ جارو برقیست. نه بابا جارو برقی کجا بود؟ جارو برقیست. نه با هیفنون جارو برقی کجا بود؟ جارو برقی. جارو برقی نیست اینا، من نمیفهمم. جارو برقی نیست. دیدی جارو برقی نیست. دید. آب میوه گیریست؟ آب میوه گیری؟ نه آب میوه گیری. نه بابا آب میوه گیری. آب میوه گیری. آب میوه گیری کجا بود؟ تو هم این موقع شبی. ببین میخوای سر جمع حساب ما رو بکن، ببین چقدر میشه من برم. کامران خان یک پلو پز است. خب یک اتوی برقی است. خب یک دانه از این تلویزیون ها که قضا هم میپزد. خب با یک دانه یخچال است. سر جمع میشود 100,000 تومان. 100,000 تومان؟ بیا بارو ببینیم بابا تو هم. الان مظفر خان را صدا میکنه. بابا خب بیا 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 بیا. هیچ چیز نیست، اصلا اینجا چیزی نیست. هیچ چیز نیست و چیزی نیست. بیا بارو بیا بارو عیش من را منقص کردند. خاطرت مکدر نباشه لوتی. شما یه دفعه گوشزد بکن، دو دفعه گوشزد بکن، دفعه سومی وجود نداره مظفر خان. برای اینکه گوششون رو میبردم میزنم کف دستشون، مگه نه؟ حالا اگه امری نیست رفع زحمت کنید. خط کنید این قائله رو، امری نیست. مظفر خان مرخصیم ما؟ مرخص. رخصت. مال من کجا؟ میگم مال من کجا؟ خیلی اعصاب ما رو تو خورد میکنی مهمال. اینا کی هن امو؟ اعصاب ما رو خورد کرده باشمون. کجا دست نمیزنن؟ بابا اینگار اینا یه مش عبله هنه. اصلا عقل ندارن. بیا عبلی این گله. همه یه اسباب رو بردم تو. این خواهرت نره سر وسایل من. این چه حرفیه ناز؟ میره فرو خانوم همین براست اومد. سلام عزیزم. یه وقت به دکوراسیون خونه دست نزنین کامران. نه خیالتون راحت باشه فرو خانم. یه وقت این دختره نره سر وسایل. ای نه خیالتون راحت باشه. نیما رو دیدی عزیزم؟ بله. خب 2-1. سلام پدر. خوش گذشت بازی؟ خوش نگذشته بازی مثل این که. کامران خان چی میگی تو؟ پشت این چک را امضا میفرمایی؟ حالا باشه بعدا ببینم این وانته روشنه از اون موقعی که اومده؟ آره چطور مگه؟ خب این داره بنزین میسوزونه، من نمیفهمم. خب این داره هر لیتر بنزین که داره میسوزه قیمتش 80 تومنه، در حالی که تولیدش 400 تومن تموم میشه. آب اگه میسوزون لیتری 200 تومن بود. آی اصلا شما یه چیزی رو میدونی؟ سالی 5 میلیارد دلار، یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور، خب ما واردات بنزین داریم پدر. واویلا بله واویلا تازه همین قدم تولید داخل داریم پدر.
اینا هست. تازه خیلی هم هستن که به جای استفاده از وسایل نقلیه عمومی ترجیح میدن از اتومبیل شخصیشون استفاده بکنن. آه. که این هم به زیاد شدن ترافیک دامن میزنه، هم به آلودگی هوا. من که پول اصلا بالای اتومبیل نمیدم، من پولامو پس انداز میکنم به خاطر اینکه با صرفه است. چطور؟ به خاطر اینکه کمک میکنه سرمایه های راکت رو به فعالیت های مولد اقتصادی گسیل میدارن. بورس هم که همینطوره. بله، اما خب ماهی چیز دیگری است. مصرف دو بار در هفته ماهی واقعا لازمه، هم از گوشت قرمز ارزانتر هم مفیدتر. مظفر خان امگا 3 دارد ماهی. پدر این سید غیر مجاز بسوزد که باعث انقراض نسل آبزیان می شود. نیما کجاست؟ قرار بود راجع به مالیات برای من صحبت کند. ماما نیما کو؟ ماما فکر می کنم رفت خانه آنبری. کدوم بری؟ آنبری. خونه منصور خان؟ بله. خونه منصور خان؟ بله. رفت خونه منصور خان؟ بله. آنبری. تمام شد. کی میره تو؟ خب من میرم. نه من میرم. خب خوبه؟ خیلی خوبه. عروس این یارو مظفر شده دنده؟ بله دیگه زده. خب مگه آدم قطعی بود که خواهر خوردادی به این بر پلوتیدا؟ چطور مگه؟ چطور مگه؟ چشه؟ مگه خبر ندارن ننه؟ اینا سرخورن ننه؟ شما یک ماه نشده باید بیاید جنازه خواهر خورد اینا تحویل بگیره ننه. حالا خب کاری که شده دیگه، حالا دوست داشتن همدیگر رو. بلد کردن که خود دوست داشتن. چنو مگه دوست داشتن دلیل شدن ننه که آدم خود قربه خاک سیاه بشدن ننه. بله دیگه. خب خانه والا با اجازتون من برم دیگه، کاری ندارید با من دیگه. شنو خیر ببینی؟ خداحافظ شما. بیا خداحافظ. تره نقل بدم. بیا نقل بدین. مرسی دست دارم. خب بدین. مگم تا قبل از اینکه نرفتی این پشت مرد یک ماچازی بدن ننه. ماساژ؟ ها خب خانه والا من با اجازتون برم دیگه. خداحافظ شما. خیر خداحافظ. بیا که شنو تره نقل بدم. خواهش مرسی بده. خب مگم جمان. بله. قبل از اینکه بری پشت من چنو یک ماچازه بدن ننه. با حاله این. خب خوبه؟ خیلی خوبه ننه. خب مگفتی که چنو خواهرت عروس این مظفر بر پلوتیده شدن ننه؟ نه من خودم عروس این خانواده ام. ایبو چرا چنو غلطی بکردن ننه؟ آدم مگه قطعی بود که چنو عروس این بر پلاتیده شده ننه؟ خب حالا اگه من دوستش داشته باشم که مشکل نداره که دوست داشته باشی؟ آدم چنو به خاطر دوست داشتن خود خور به خاک سیامن شده ننده؟ خاک بر سر بکنه ننده؟ خب حالا ایراد نداره. خب من با اجازتون دیگه برم دیگه، مرخصشیم بریم کار دارم مشاکل ننده. بیا چنو تر نلقیم بدون. خب خوبه؟ نگو کنی خوبه؟ چنو خیلی خوبه نه. ما گفتی که خواهرت عروس این مظفر بر پلاتیده شدن ننه. بله دیگه. چه اشتباهی کردن ننه؟ آدم مگه قطعی بود؟ خب مگه خبر نداره زدم یکم بالاتر؟ ها خبر اینا سرخورن ننه. یک مانه شده باید جنازی خواهر خوبی از اینا تحویل بگیرن ننه. ها غلط کردن که دوست داشته باشن ننه. دوست داشتنم شد چنو دلیلی که آدم خود خود به خاک سیابت شده ننده؟ خاک بر سر کنه ننده؟ میگم که یعنی میخواستم بگم بهتون که حالا که ما ازدواج کردیم، خب بذاریم حالا که ما ازدواج کردیم از نظر احساسی چه خوب شد که میدونی چی میخوام بگم؟ نه نه؟ الان چه احساسی داری شما؟ الان خیلی خستم. خیلی خسته این؟ نه از این نظر میگم که یعنی الان ازدواج شده، الان این خونه
آها ببین همین خونه تو خیلی سرده. سرده؟ آها بجز اون، بجز اون. هم سرده هم خیلی دلگیره یه جوریه ها. آها دلگیره. ولی ببین مثلا ناراحت نباشه، فردا وسایل هم میارم میچینم همه چی درست میشه. همه چی درست میشه. میگم ببین نازی خانم ببینین. چی گفتی؟ میگم ببین نازی خانم. نازی خانم چه مگه مامان هم کلاسی تو داری صدا میکنی نازی خانم؟ خب چی بگم؟ خب بگو نازی. چی؟ نازی. نه بگو نازی. نه. ببین بگو نازی. نه. بگو. نه بگو. ای خب چرا بگو نازی؟ نه. نه بگو. خجالت اگش بگو. نه. بگو نازی. 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 خب ها. خب نازی. نازی. خب. نازی. نازی چی؟ نازی. ببین نازی من خیلی تو رو در واقع خب. سلام بچه ها، گفتم بیام یه سری بهتون بزنم. آره کار خوبی کردی عزیزم، ببینم دست طوری شده. نه چطور؟ آها نه که در نزدی، گفتم شاید دستت درد میکنه. عزیزم شوخی میکنی نه؟ نه اشراف که در نمیزنن، در زدن مال رعیته. آها من نمیدونستم. بله و تو از این به بعد جزء خانواده مایی و بنابراین اگه جایی رفتی اصلا در نزن، خب برای اینکه افت داره برای ما. آها خب بعد یه سری چیزای دیگه هست که حتما من باید بهت یاد بدم. اشراف در نمیزنن، اشراف تیغ ماهی رو پاک نمیکنن، اورت میدن. اشراف بعد از غذا دستاشون رو با دیموتورش خوب میشورن، اشراف قند رو توی چای میزنن، اشراف و خیلی چیز دیگه که من باید بهت یاد بدم. آره آره. آها از اتاقت خوشت میاد؟ آره خیلی خوبه، فقط میدونی وسایلش یکم بنجل است. سمساری خریدی؟ نه این در واقع جهیزیه فروخ خانم بوده که لطف کردن به ما دادن. آها بله گفتم یکم قدیمی انگار دو سه دست گشته. البته میدونی وسایلش خوبه، یکم بد چیده شده فقط. او نه اینجا رو در واقع حیفنون به سلیقه فروخ خانم برای ما چیدن. آره مرسی عزیزم. من میرم اتاقم. کجا حالا نشسته بودی؟ دور هم بودیم. شب خوش. شب بخیر. آخی خیلی ماه ماه گل. واقعا دوستش داری مثل این که خیلی. فقط ببین یادم بنداز فردا واسه این اتاق یه دونه قفل بخرم. برای چی؟ هیچی همینجوری. خب یه چیزی داشتی میگفتی. چی میگفتی؟ من؟ آها ببین ببین نازی خانم من خیلی تو رو سلام. سلام. ببخشید من در نزده وارد شدم، در باز بود من آمدم داخل و الا من زبانم لال، من از اشراف نیستم که همینطور در نزده بیایم داخل. من یک رعیت بیش نیستم، رعیت ها هم باید در بزنن بیایم داخل. این را ما میدانیم کامران خان. چی کار داری الان پریدی تو؟ آمدم ببینم خانوم امری، فرمایشی، فحشی، فریادی دارن بزنند که ما برویم. ندارم. یک فحش ناقابل هم نه ندارم، فحش ندارم. ما میرویم. ای فنون، سشوها رو بذار سر جاش. راهم میگذارم. بابا این کی اینگه کیسش رو برداشت؟ حیفن اون سرعت عمل فوق‌العاده‌ای داره، با چشم غیر مسلح امکان نداره متوجه عملش بشی. بله خب داشته میگفتیم. آره یادم میره. ببین در ادامه این صحبت ها ببین من خیلی تو رو عرض ادب و احترام بنده رو بپذیر قربان. کامران خان مدمزل با مظفر خان من جلسه فوریتی داشتم، گفتم عرض ادب کنم خدمتتون. خب باش. قربون شما. خب بگو دیگه یه کلمه حرف بزن میمیره. ببین من فقط خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، لطف عالی کم نشود، سایه حضرت عالی مستدام باد. خب خب بایدتون. خب میگفتیم نازی من خیلی تو رو تازه حالا اول ماجراست. از فردا تو این خونه یک بلبشوی به پا میشه که بیا و ببین. از بله از یه طرف نازی، از طرف دیگه معذرت میخوام. چیزی شده؟ دارم حرف میزنم من. بله؟ دارم حرف میزنم.
چیکار کنم؟ وسط دیالوگ من اومدین تو شما. نه؟ نه؟ همینجا باید میومدم. لازم نبود اصلا اینو بگی. خب چرا؟ خب برای اینکه من همینجا باید میومدم. شما اگه میخوای چیزی بگی برید بیرون. الان من باید بگم. بریم بیرون ما. تو راه رو بهش بگو. بفرم. همین تموم شد. پدر این صید غیر مجاز بسوزد. شروع شد خنده‌های من شروع شد. رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. از سیامه.